مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه سالانه این مجمع را برای پشتیبانی از حکومت و مردم افغانستان به اتفاق آرا تصویب کرد. این مجمع نگرانی جدیش را درباره بدتر شدن اوضاع امنیتی افغانستان و فعالیت‌های هراس‌افکنان و افزایش مواد مخدر ابراز کرد، اما از دستاوردهای نیز یاد می‌کند. نماینده همیشگی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید یک کشور همسایه افغانستان در تناقض آشکار با منشور ملل متحد و اصل حسن همجواری از گروه طالبان به شمول شبکه حقانی، القاعده، داعش و دیگر گروه‌های نیابتی برای سقوط دادن شماری از مرکزهای ولایت‌ها و ایجاد نفاق میان مردم ما کار می‌گیرد. اما کابل بر این باور است که طالبان نمی‌تواند از راه جنگ به هدف‌هایشان برسند. گروه های دیگر به شمول گروه طالبان نیز منطق گفتگو و دیالوگ بین الافغانی را بر منطق جنگ و تفنگ ترجیح دهند و بدانند که از راه جنگ هیچگاه نمی توانند بر مردم شریف افغانستان تسلط پیدا کنند. در همین حال شماری از چهره های سیاسی کشور در نشست شورای مجاهدین پنجشیر می گویند که راز موفقیت کشور در اتحاد نهفته است. ما در شرایط کنونی از جهات مختلف متاسفانه با تهدیدها و با چالش های متعدد مواجه هستیم. حالا هم هر کشور دیگه که بخواد دسیسه بکنه انشاءالله دسایسش به خاک کسیا می شیند. با این حال نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد با رد پشتیبانی از هراس‌افکنان میگوید برخی از کشورها از حاشیه رفتن در جنگ با هراس‌افکنی مایوس شدند و از همین رو روند صلح با طالبان نتیجه نداده و ممکن است افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن هراس‌افکنان جهانی مبدل شود.